من شهر نبودم، روستا هم نبودم. برشانه های پین بسته این سرزمین باستانی در بارانداز های اجدادیم مرا پارسو ماشین نهادن. در مجاورت چشمه های جوشان نفت آتشکده ای ساختند تا تنفس اهریمنان را به ناکامی بدر سازند و بیم و استراب را از صفه ها و پلکان هایم بزدایند. کمانداران ایلیمایی مرا به پادگانی نظامی بدر ساختند تا از معبد برد نشانده و سر مسجد سیانت کنند. من مسجد سلیمانم، شهری کهن در دامنهای پرفراز و نشیب زاگرس در جنوب غربی ایران. و اکنون در برزخ پیشینه‌های تاریخی و زندگی ایلی به غروبی نابهنگام نشستم. اکثر شهر مسلمان عشایرم. مو پدرم دمدار پیش. پدر من بختیاری بود، از بختیاری اصیل منطقه بود. کشاورز بودین. داخل روستا زندگی کردم، گاو گوسفند و قله می‌کاشتم، گندم و جو کشاورزی. بله بله، من بختیاری هم. بله. یه زمان بختیاری ها استقلال کامل داشت. ما دامداری و کشاورزی ما تو همین شهر بود. یعنی دامداری خیلی خوب. ییلاق و قشلاق می‌کردم. اصلا ما زمینمون تو خود شهر بود. همین زمینایی که زراعی می‌کردیم تو خود شهر بود. حدودم زمستون ها می اومدن اینجا که به قول معروف گرم سیرشون بود. اون زمان که ماشین نبود، اسب و نمیدونم گاو و الاغ و شتر و چه حیواناتی که میخواست برای سواری و جابجایی اجسام سنگین ازشون استفاده کنن خودشون داشتن. نزدیک های عید یا یه چند روز بعد از عید حرکت میکردن به طرف چهارمحال و محل های سرسیر. یعنی حتی لباس بختیاری لباسش رو خودش درست میکرد، فرشش رو خودش درست میکرد، یا چادرش رو خودش درست میکرد. قله میکاشتن، گندم و جونی شارژ میکرد، گاو گوسفند نگهداری کردن. اینا چه بختیاری نان خودش از دست خودش میخواد، از دیگران نون نمیخواد. خدا شاهده اون زمان صد نفر ایرانی یه نفر آدم سالم توش نبود، تمام کور بودن و کچل. فقط عشایر که عشیره بودن، به حالت حرکت بودن، در شهران نبودن، آدماش سالم بودن. زندگی کوچ‌نشینی فرزندان سخت کوش بختیاریم را در گذر از کوپایه های پرفراز و نشیب زاگرس به دنبال علف و چشمه های گوارای سرد سیر می کشند و کوچه های بهاره و پاییزه آنان را در جدال مستقیم با طبیعت و کوه آب دیده و کارآمدتر می ساخت. از همین شهر مچه سلیمون ما پیاده می رفتیم دامدار بیدیم، کوچی کردیم سر به این بره شهر کرد ایل بختیاری، چهارمحال بختیاری دارد بس میگن ایلاق گرمسی. سی روز از اینجا به راه رفتیم، از تو باری کردیم تا تو با حیوان کردیم.
زحمه چو باره کردیم تا زور رای رفتیم جنوب باره بندیم یه لقمه نون چای خوردیم جنوب باره کردیم شب باره بندیم شب صبح باره کردیم تا زور رفتیم دو یه چهار ماه هم اوچو سردسر بریم یعلاق بریم تو اردبهشت یا ایتوری رسیدیم اوچو اردبهشت رد کردیم خرداد رد کردیم تیر رد کردیم مرداد رد کردیم همه اوایل شهریور بعد از اوچو کوچی کردیم تا حد آخر من شهر مچه سلیمون بختیار مردمان خوبی بیدم رسالتدار بیدن، دیندار بیدن بختیار خوب بود، از همه لحاظ خوب بود کشاورز بودن، آقایشون گلدار بودن، رمدار بودن همین خاک پاک پدر بود و این خاک پاک با بستر سبز علفهایش مرتع و علفچر همیشگی گوسفندان ایل بود چه لذت بخش بود وقتی صدای زنگوله هایشان در دشت و دامانم تنین انداز می شد گوسفندان یار همیشگی ایل بودند و گنج های روان طبیعت بختیاری هر صبح و شام در دامن پرمهر طبیعت به رسم و آیین کهن پیران به کودکان چوب بازی را می آموختند و در این میان خبری از نفت نبود و تنها تاریخ شفاهی پیران ایل سینه به سینه نقل می گشت در زمان اناوشیروان بختیار وزیر بید سته اناوشیروان فاصله گریدن ناراحت بیدن عشایر را بیدن عرض کنم سیاه چادر راست گردن و گله و جلا و رمز دیدن بید و هر جنگ و هر چی که سخت بیسی ایران تلایدار را بیدن مرزبان بیدن دلسوز ایران بیدن تا فرنگی ها بیدن انگلیسی ها بیدن دست بردن تو کارسون فهمیدن و عرض کنم به حضور سرکارت هرچی که هم مردم گدن که آقا انگلیسی نوابوه نوایاد یک قرارداد گلسون زیدن بستن و همطور که اطلاع دارید مردم الکی نان و آدم ردن نوکر انگلیسی ها بیدن خشکاری ردن شون گلهان ولی کردن ردن طرف هنو و نفت که آمد سیاه چادرها فرو ریخت و لگد کوب نسل فرداها شد زندگی نو با نیش کلنگ بر سینه هم آغاز شد لوله های آهنی بر دشت های من رویدند و کم کم سایه علفزاران بر تن لوله ها جان باخت میهمانان ناخوانده با صنعت نوین خیش جنس تازه ای از خشونت را بر مراتع سرسبز من به ارمغان آوردن چندان که نام زمین ها و مراتع هم خیس از بوی نفت شد اینجا هم به صورت جنگل بوده، به صورت درخت‌های زیادی داشته، دو سه نقطه از مصرمان جنگل بودن اصلا. موقعی شروع کردم به چاهزنی، به حفاری، تمام دار و درختی که اینجا بود بریدن ریختن توی کوره‌ها که
آب گرم بشه به وسیله بخار آب پامپا کار بکنن که چاه بزنن. ابتدا چند تا چاه زدم که به نفت نرسید تا چاه شماره 13 که الان معروف شده به چاه شماره 1 یه مرتبه فوران زد. با 360 متر حفاری زد به نفت. خود چاه شماره 13ه. وقتی که به نفت رسید شماره 1 چاه نفتی خاورمیانه شده. انگلیسی ها جشن گرین سری چوبا با. به قیمت خمیزگی پشت فرزندان من دکلها برافراشته شد. اولین چاه نفت در صبحگاه 26 ماه می 1908 با صدای مهیب و قرشی عجیب از دل من فوران کرد و شادی حفاران را برانگیخت. ولی نورث به بریتانیا چنین گزارش داد: مفتخرم گزارش کنم که امروز صبح در ساعت 4 به وقت ایران نفت در عمق 1180 پا از چاه شماره 1 مسجد سلیمان فوران کرد. با مخابره پیام رینولدز در محله نفتون معرکه‌ای برپا شد و پیرامون آن خانه‌های کارگران بنا گشت. خط بکشم این ما را بذارم این وسط، یه دونه ما را باوردم این